سوم ولا عشیرتن عادیتموها فی ذات الله. در اون زمان مسئله ارتباطات قومی و عشیره‌ای یک اصلی بود در فرهنگ عربی. امروز هم شما در قبیله هایی که زندگی های ایلیاتی دارند و اینا وقتی نزدیک بشید چه نوع روحیاتی وجود داره؟ یک نوع همبستگی قومی و عشیره‌ای، خیش و قوم بازی. آدم برای تعصبی نسبت به بستگان خودش داشته باشید. در ماها کمتر هست، اما در اونایی که شهرنشین نیستن این روحیه هنوز هم هست. اون زمان بسیار این روحیه قوی بود، حمایت از عشیره و قبیله. و امروز مصداقش باندبازیه، طرفداری از کسانی که هم خط سیاسی هستند، در یک جبهه قرار دارند. این عین همون نقشی است که اون روز تعصب نسبت به عشیره و قبیله ایفا میکرد. ما که زندگیمون عشایری نیست، امروز تعصب نسبت به همخطهای سیاسی است. ملاحظه میفرمایید اون زمان هم مسئله حمایت از عشیره و قبیله خیلی دایر بود. اگر یک کسی گناهی مرتکب میشد از قبیله من خیلی به روی خودم نمی آوردم، یا دفاع هم ازش میکردم یا کارش رو توجیه میکردم. اما اگه از قبیله مخالفمون بود، اون وقت تبوغ میکردند و اینکه چنین گناه بزرگی مرتکب شدند و باید مجازات بشن و الی آخر. این روح طرفداری از عشیره و قبیله یکی از مشکلاتی است که آدم نمیذاره طرف حق بره. وقتی میبینه طرف هم قبیله هاش هم خطهای سیاسیش در امروز یه راهی میرن، نمیتونه شجاعت به خرج بده بگه اینجا اشتباه کردن، بقیه حرفاشون رو من قبول دارم، اما این اشتباه، این خلاف قرآن، خلاف ضروریات اسلام. این مشکل ماست. تعصب قبیله‌ای و عشیره‌ای در اون زمان و تعصب خطی و سیاسی و جبهه‌ای در این زمان. سید الشهدا به اون علمای اون زمان فرمود شما به خاطر خدا با خیش و قوماتون دشمنی نکردید. یعنی گاهی وظیفه شرعی اقتضا میکنه که آدم با خیش و قومهای خودش هم به دشمنی برخیزه. درسته در اسلام صله رحم واجبه، قطع رحم حرام است، اما اگر طرفداری از خیش و قومها به قیمت تضعیف اسلام و نظام اسلامی تمام بشه، اونجا چه باید کرد؟ اونجا باید اسلام را مقدم داشت یا خیش و قومها را؟ پسرها را، دامادها را، برو به ضرر اسلام کار بکنند، برو به آبروی نظام اسلامی را ببرند، آدم از حمایت بکنه، این بچه های من چنینند، خیش قوم های ما فلانند، حمایت بیجا. این زمینه را فراهم میکنه تا دشمنان سوء استفاده کنه. سید الشهدا در اون خطبه به نخبگان فرمود یکی از عللی که موجب شد اسلام را منحرف کنند این بود که شما به خاطر خدا با خیش و قوماتون دشمنی نکردید. یعنی علاقه به خیش و قوم، علاقه به باند، علاقه به همخطها، به همحزبیها، این مانع شد از این که حق را بگید و از حق حمایت کنید. این زمینه ای شد که اونها هم این سوژه تبلیغاتی رو بگیرن، بگن اینا خیش و قنبازن، اینا دنبال اموال بیت المال هستن، سوء استفاده میکنن، دستشون میرسه اول میدن به خیش و قماشون، مقامی پیدا بشه اول میدن به بچه هاشون، زمینه رو فراهم میکنن برای اینکه علیه شما تبلیغ کنن.